مسئولان مواکب و حسینی های عراقی در بیت بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله سید صادق حسینی شیرازی حضور یافتند مرجعیت شیعه به مناسبت شهادت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام در جمع مسئولان مواکب سخنانی را ایراد کرده و طی آن خواستار انجام اصلاحات در کشور عراق با هدف الگو شدن برای جهانیان شدن معظم الله فرمودند شیعیان باید نزدیکان خود را که در کشورهای غربی زندگی می کنند و از آزادی نسبی در آن ممالک برخوردارند تشویق کنند تا برای سید و شهده علیه السلام پرچمی برپا کنند و در حد توان خود در این راه بکوشند تا در روز قیامت حسرت نخورند ایشان با اشاره به دشمنی برخی با اعضای سید و شهده علیه السلام ادامه دادند حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره کسانی که تلاش منفی علیه دستگاه امام حسین علیه السلام در پیش میگیرند فرمودند فلا یزداد الا علوا به این معنی که با وجود دشمنی ها این شاعر همواره بالا و بالاتر می رود بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله شیرازی مدظله العالی همچنین به همگان خصوصا جوانان توصیه کردند که سیره و زندگی نامه اهل بیت علیه السلام را از آنچه که خود ایشان نوشته و یا فرمودند و نه غیر از آن مطالعه کنند و بکوشند تا پرچم حضرت امام حسین علیه السلام را در هر وجب از کرگ خاکی بیش از پیش برافراشته کنند معظم الله با اشاره به فرمایش امام حسین علیه السلام که فرمودند من به سیره جدم و پدرم عمل خواهم کرد افزودند در سیره امیر مؤمنان علیه السلام هست که به کارگزاران خود در نواهی و شهرها سفارش می کردن. در امور اقتصادی مداخله نکنند بلکه وظیفه آنان را اداره و مدیریت این فعالیت ها دانستند همان اموری که باید به مردم واگذارند ایشان ادامه دادند عراق امروز و عراق فردا نیازمند مدیریتی است که از امیر مؤمنان علیه السلام درس بیاموزد چرا که در زمان ایشان عراق کشوری نمونه در تاریخ بود معظم الله در پایان سخنان خود درباره کشور عراق فرمودند باید تمام ملت عراق برای انجام اصلاحات تلاشی بیشتر داشته باشند تا این کشور به الگویی جهانی تبدیل شود